روزی روزگاری در سرزمینی دور پادشاهی نیک و دادگر به نام مرداس زندگی میکرد. اما پسر او شاهزاده زهاک جوانی خودخواه بود که نه به مردم اهمیت میداد و نه به وظایف سلطنتی خود عمل میکرد. روزی زهاک با ابلیس که به شکل یک جادوگر در آمده بود روبرو شد. جادوگر به زهاک گفت پادشاهی هفت اقلیم به تو میرسد، اما اول باید پدرت را از میان برداری. زهاک بر خود لرزید و با این حال وسوسه شد که جای پدرش بنشیند و پادشاه شود. او نقشه ابلیس را پذیرفت. روز بعد زهاک پشت درختی در باغ پنهان شد و ابلیس گودالی در زمین کند و روی آن را با شاخ و برگ ها پوشاند. این باغی بود که مرداس هر روز برای نیایش به آنجا می رفت و آن روز در آن چاله افتاد و جان داد. ابلیس هم ناپدید شد. اما زهاک احساس شرم و پشیمانی نداشت. او پادشاه شده بود. زهاک با شکوه و تشریفات فراوان تاج گذاری کرد. از آن سو ابلیس هم به دربار آمده بود و سرآشپز سلطنتی شده بود. او غذاهایی میپخت که هیچ کس لذیذتر از آنها نچشیده بود. یک روز زهاک سرآشپز را احضار کرد و گفت که میخواهد به او پاداش بدهد و هر چه دلش بخواهد به او خواهد داد. ابلیس پاسخ داد که تنها خواستش این است که شانه های پادشاه را ببوسد و بوسید و بلافاصله ناپدید شد. ناگهان زهاک به خود پیچید و فریاد کشید، چون دو مار بزرگ روی شانه هایش رویده بودند. پزشکان از جای جای هفت اقلیم برای درمان پادشاه احضار شدند، اما درد او درمان نمی شد. سرانجام ابلیس در قالب پزشک ظاهر شد و گفت درمان این درد آن است که به مارها مغز مردان جوان بخورانید. پادشاه به توصیه او عمل کرد و دستور داد که مردان جوان را به اسارت بگیرند تا آنها را خوراک ماران شکنجهگرش کنند. زهاک پلیدی های خود را پی گرفت و سپاه خود را به تسخیر سرزمین های همسایه فرستاد و به زودی چشم شومش را به ایران دوخت. جمشید پادشاه ایران راه غرور در پیش گرفته بود و فر ایزدی از او دور شده بود. مردم از او روگردان شده بودند. زهاک لشکریان ایران را با خود همسو کرد و ایرانیان او را پادشاه خود خواندند. زهاک ماردوش بر تخت پادشاهی ایران نشست و هزار سال با خود کامگی بر هفت اقلیم حکومت کرد، تا اینکه یک شب خوابی دید. یک سرباز جوان گرزی به شکل سر گاو را بلند کرد و بر سر او کوبید و لباسش را از تنش در آوردند و او را درون غاری تاریک و سرد پرتاب کردند. زهاک هراسان از خواب پرید و از خوابگزاران خواست که این کابوس را تعبیر کنند. خوابگزاران سه روز در اندیشه بودند تا اینکه مرد جسوری پیش گام شد. آن مرد گفت پیش از تو پادشاهان بسیاری بودند و پس از تو نیز خواهند بود. فرجام کار تو به دست پهلوانی ایرانی است به نام فریدون که در آینده زاده می شود و با گرز بر سرت می کوبد، چون تو هم پدرش و هم گاوی را که دایه‌اش می شود خواهی کشت. زهاک به هراس افتاد و به سربازان خود دستور داد تک تک پسران شیرخواره در ایران را بیابند و سر ببرند. اما با وجود کشتار نوزادان، فریدون پنهانی به دنیا آمد و پدرش نیز مانند بسیاری از جوانان دیگر به دستور زهاک کشته شد. مادر فریدون فرانک با پسرش به روستایی گریخت تا او را با شیر گاو زیبایی به نام برمایه بزرگ کند. نوزاد در کنار برمایه مهربان پسری نوجوان شد. چندی گذشت و زهاک همچنان در جستجوی فریدون بود تا روزی خبر آن کودک و گاو برمایه به او رسید. سربازان زهاک با آنجا رفتند ولی فریدون را نیافتند. آنها همه چیز را از میان بردند، حتی گاو زیبای برمایه را. سالها گذشت و زهاک بیشتر نگران سرنوشت خود شد. روزی از بزرگان خواست که بر دادگری و نیکوکاری او گواهی دهند. اما همان هنگام مردی آمد و بانگ زد ای شاه بیدادگر، من آهنگرم و کاوه نام دارم و با دسترنج خود زندگی می کنم.
گناهم چیز که 17 پسر مرا آدم کشان تو سر بریدند و اینک به سراغ یگان فرزند بازماندم آمدند. زهاک دستور داد که پسر کاوه را آزاد کنند و از او خواست که گواهی نامه را امضا کند. اما کاوه آن را از هم درید و به میدان شهر رفت و مردم را گرد هم آورد و پیش بند آهنگری خود را بر نیزه بلند کرد و فریاد داد خواهی سر داد. در همین حال فریدون کوههای البرز را ترک کرد و نزد مادرش فرانک برگشت و از او سراغ پدرش را گرفت. او داستان سرگذشت پدرش را شنید و از خشم برافروخت و پیمان بست که ایران را از شر حکومت شیطانی ضحاک برهاند. فرانک که زنی دانا بود پسرش را آرام کرد و گفت باید شکیبا باشی و منتظر بمانی، تا اینکه روزی کاوه با لشکر انقلابیش نزد فریدون رفت و از او خواست که بر ضحاک بتازد و کار او را بسازد. فریدون که پرچم کاوه و انبوه سربازان را دید دریافت که زمان فرا رسیده و نزد مادرش رفت و از او برکت گرفت و با او وداع کرد. کاوه فرماندهی لشکر را به فریدون سپرد و فریدون از کاوه خواست تا گرزی از فولاد برای او بسازد. کاوه آن گرز را به یاد برمایه مهربان به شکل سر گاو ساخت. فریدون که از خروج ضحاک از پایتخت باخبر شده بود، لشکر انقلابیون را به سمت قلعه شاه ماردوش رهبری کرد. هنگامی که لشکر به رودخانه رسید، ناخدایان از ترس ضحاک از یاری به فریدون سر باز زدند. اما فریدون با اسب خود وارد رودخانه شد و لشکریان به دنبال او به سلامت از میان آب‌های خشمگین گذشتند. لشکر فریدون به قلعه ضحاک رسید و فریدون گرز گاف سر را بلند کرد و با جادوی آن طلسم قلعه را شکست و مردم دربند را آزاد کرد. ضحاک برگشت مردم ایران زمین را دید که بر او شوریدن و پرچم کاویانی را جایگزین پرچم او کردند. سپاهیان ضحاک وارد شهر شدند، اما مردم جسورانه در برابر آنها ایستادگی می کردند. ضحاک به پشت بام کاخ رفت و خواهران جمشید را دید که از فریدون سپاسگزاری می کنند، خشمگین تر شد و با ریسمانی پایین آمد و از پنجره وارد کاخ شد. اما فریدون با گرز گاف سر به کلاه شاه ماردوش کوبید و آماده بود تا ضربه دوم را بزند و به زندگی او پایان دهد. اما همان لحظه فرشته سروش ظاهر شد و به فریدون گفت که باید از ریختن خون ضحاک بگذرد. فریدون پذیرفت و گرز گاف سر را زمین گذاشت و دستور داد دست و پای ضحاک را ببندند و او را بر پشت الاغ بیاندازند. ضحاک شکست خورده را در کوه و برزن چرخاندند و سپس او را در غاری در کوههای البرز زندانی کردند تا همانجا بمیرد. فریدون به حکومت هولناک ضحاک ماردوش پایان داد و آزادی و صلح و عدالت را برای ایران زمین برمغان آورد و در کنار مادرش فرانک با نیکی و دادگری بر ایرانیان حکم راند. حمید رحمانیان، فیلمساز، انیماتور، گرافیست، متولد تهران و ساکن نیویورک. او 16 سال است روی خلق آثاری که فهمیدن و لذت بردن از قصه های شاهنامه را برای مخاطب غیر فارسی زبان آسان می کند، تمرکز دارد. کتاب ضحاک شاه ماردوش یکی از چند کتابی است که او تدوین و تصویر سازی کرده. علاوه بر کتاب‌ها، مجموعه 12 ساعته صوتی شاهنامه به انگلیسی و تئاترهای عظیم از جمله فعالیت‌های او در این زمینه هستند. ولی بشنویم چرا او 16 سال از عمر کاری خود را روی این هدف گذاشت. احساس کردم که شاهنامه‌ای که وجود داره به انگلیسی خیلی سخت خوندنش و شاهنامه یه متنی هم هستش که حتی برای ما فارسی زبان‌ها ما فکر می‌کنی که می‌خوای واردش بشی باید یه دانش خاصی رو داشته باشی و یک به اصطلاح مهارت‌ها یه زیادی داشته باشی برای اینکه بتونی بفهمی اینا، که در حقیقت اولش اینجوریه. ولی خب میشه اینو زبان ساده کرد، به خصوص برای نسل جدید، برای آدم غیر ایرانی که این ساده فهم بشن. مثلا کسایی که جنگ ستارگان می‌خونن، کسایی که ارباب
حلقه ها میخونن، نمیدونم بازی تاج و تخت اینا، بیاد تو اون فضا وارد بشه، اون نراتیو این قابل خوندن باشه. که من اونجا بودش که 15 سال پیش بود که از آقای دکتر سعدی دعوت کردم که بیاد ترجمه کنه و من و همسرم اینو به اصطلاح قصه رو تدوین کردیم. این فرقی که این ترجمه ما و این کتاب داره و بقیه ترجمه ها اینه که فقط یه مترجم نیومده ترجمه کنه، بلکه دوتا قصه‌گو هم اومدن قصه ها رو دوباره از هم تمیزش کردن. مثلا این خیلی روون خوندنش. برای همین شاهنامه یه روایتی الان شده این کار ما که هم قابل دسترسه، هم آدمای معمولی از سن حساب 11 12 سال دیگه میتونن اینو بخونن بفهمن، و همین که تمام دنیای تصویری ما برای 600 سال اینجا جمع شده. من فکر کردم که بیام یه چیزی از فرهنگمون بیارم که دقیقاً نقاط مثبت فرهنگ و نقاط به اصطلاح اینجا میگن هایلایت اف دی کالچر باشه، نه اینکه همش راجع به نقصان‌ها و کمبود فرهنگ صحبت بشه، که اینجا خب خیلی متقابل هم هستش که همه چی بوی در حقیقت در پریزم یا منشور سیاسی رد میشه میاد بیرون. ما خواستیم یک کاری بکنیم که سیاسی در حقیقت نباشه ولی انعکاس سیاسی داشته باشه برای مردم. مثلا من وسط امریکا کار اجرا میکنم، بچه امریکایی، اصلا اینا بچه هایی که مثلا شبا میشنن فاکس نیوز و اینا نگاه میکنن، خانواده همه ریپابلیکن، رد استیت دی کال ایت. خب این مثلا اومده من میگه که Hey, it's it's cool to be Persian. یعنی خیلی باحالی که آدم ایرانی باشه. یعنی این تأثیر آخره که یار از شو اومده بیرون، این تأثیر کاملا سیاسی داره، یه کاری که مثلا داستان زال و رودآور ما رو تعریف میکنه. من خواستم یه به اصطلاح یه زیربنایی ساخته بشه که ما نسل جدید و نسل جدیدی که داره از ما میاد، همون به اصطلاح بچه‌های ایرانی که مهاجرت کردن، یه چیز قشنگی داشته باشن از ریشهشون، یه ریشه‌ای بالاخره یه جایی وصل باشه. روی این حساب من اصلا این کار رو انجام دادم و برای من به اصطلاح حس کردم که حالا نمیدونم واقعا چیه ها، واقعا بعضی وقتا از خودم سوال میکنم که این مسئولیت از کجا اومده. من احساس میکنم من مسئولم که این کار انجام بدم.